الله الرحمن الرحیم. سلام برنامه انتخابات، من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. قرار است کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تا 6 روز کاری در قبال 300 هزار رای مورد منازع که هزاران شکایت در قبال از او درد شده فیصله کنه، تصمیم بگیره و این فیصله معادله انتخابات را تعیین خواهد کرد که آیا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری پایان پیدا میکنه و رئیس جمهور برنده انتخابات میشه یا انتخابات به دور دو خواهد رفت. اما در ارتباط به چگونگی تقویم کمیسیون شکایت انتخاباتی نگرانی خیلی جدی وجود داره که این کمیسیون نتانه بر مبنای تقویم تعیین شده کار خود پایان ببخشه و ممکن است به درازا بکشه و نقطه که میتونه نگرانی های بعدی را ایجاد کنه به درازا کشیدن طنزآمیز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است، چیزی که تنه کشورهای منطقه، شرکای انتخاباتی، نهادهای مشاهد و افکار عامه در قبال معلوم کردن نتیجه 1.5 میلیون رای در ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. آیا تا ماه هود این نتیجه پایان پیدا خواهد کرد؟ آیا کمیسیون شکایت انتخاباتی این سال را هم تمام خواهد کرد برای چانه‌زنی های پیدا کردن یک رای حل در ارتباط به نتیجه؟ آیا اختلافات در درون کمیسیون شکایت انتخاباتی بگونه سیاسی و جانبدارانه نسبت به تیم‌های رقیب وجود داره یا نه؟ آیا کمیسیون انتخابات میتونه یک تصمیم خوب و نهایی با اتفاق آرا در درون بگیره یا نه؟ و نهایتا تاثیرگذاری تأخیر زمان بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و به تغییر معادله حکومت انتخابی چی نقش خواهد داشت، در حالی که طرف دیگه صحبت های صلح هست، حرکت ها و مانورهای ضد انتخابات هست و به نوع نهادهای سیاسی، احزاب سیاسی و گروپ های اپوزیسیون داخلی در پی پیدا کردن رای حل غیر انتخاباتی از طریق صلح هستند. چقدر میتونه این رویکردها یک فشار جدی دیگه بر بحث انتخاباتی یا بر معادله انتخابات به جا بگذاره؟ مجموعه موارد میخوایم شب سرش بحث بکنیم، اما قبل از یک گزارش کوتاه. دفتر مرکزی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در گیرودار 3 پرونده جنجالی که شامل بیش از 137 هزار رای مشکوک، 102 هزار رای خارج از زمان و 2423 محلی که اطلاعات بایومتریک ندارند قرار دارد. ما در جریان جمع‌آوری اسناد، جمع‌آوری اطلاعات، مستندسازی راجع به دوسیه ها، گزارشات کمیسیون انتخابات، مبنای فیصله های کمیسیون انتخابات و تحقیقات و بررسی های خود ما جریان داره و امیدواری داریم که در 2 روز بعد، بعدی یا 3 روز بعد تمام این بررسی ها انجام پیدا بکنن. ریاست دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید بررسی و تحلیل حدود 300 هزار رای جنجالی جریان دارد تا پس از آن دفتر مرکزی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی فیصله نهاییشان را اتخاذ کنند. کیس ها یا آخرین روزها در بخش تحلیل را میگذراند یا احتمالاً روز سر میز کمیشنر را رسیده باشد. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید میکند که پس از فیصله نهایی در مورد حدود 300 هزار رای جنجالی در شمار محل های قابل بازشماری کاهش فاحش خواهد آمد. بیش از این کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی فهرست از محل های قابل بازشماری را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده بود که تا اکنون این شمار نهایی نیست. کمیسیون شکایات بیشتر زمان کشی میکنه و او قضایایی که دارای اهمیت و اجالت زیاد نیست فعلا روی میز کاریشان است. پس از صادر شدن فیصله نهایی از سوی اعضای کمیسیون رسیدگی و شکایت های انتخاباتی و تطبیق آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد. در استودیو با ما جناب آقای خانزمان مدبر، عضو دسته انتخاباتی تیم ثبات و همگرایی، امیر محمد احساس، عضو دسته انتخاباتی تیم دولت ساز و محمد رضای فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان، لحظات بعد با ما خواهد پیوستند از طریق ویدیو کنفرانس. خوش آمدید میگم دوستان در استودیو. بس میخوایم از آقای مدبر آغاز کنیم. مدبر نه آمده، ما اومدیم زلان. آقای زلان به جای آقای مدبر آمده. چقدر
تأخیر در تقویم انتخابات میتونه کشنده باشه اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نتونه در روزهای مشخص مطابق تقویم مسئله را حل نکنه و ای بره به درازا؟ چقدر میتونه که نگرانی جدی را خلق کنه مبنی بر مداخلات سیاسی، مبنی بر انحراف از مسیر یا آنچه که بیشتر سر و صدای حکومت بعدی یا حکومت غیر انتخابی خوانده میشه در کل؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استاسو دی بسګرنوالو د افغانستان زوریدلی ولسته سلامونه احترامات وړاندې کوم. رښتیا چې تقویم یو اصل ده، دا باید په هیڅ صورت کې له نظره ونه غورځول شي. خو بیا د زیاتو شکایتونو ته په کاتو او په دې وخت کې د فشارونو ته په کاتو چې په دې کمیسیون نه واردېږي، کیدای شي چې د دوی دا تقویم نقص شي. د موږ وړاندوینه دغسې ده، خو خدای دې وکړي چې دوی په خپل وخت د خپل وخت سره رسیدګي وکړي. یعنی تاسو ته فرق نه کوي چې د تقویم نقص شي؟ ولې نه، ولې نه، تقویم موږ دپاره اصل دی، باید نقص شي. ما مخکې په دغه شروع کې مې د خبرو همدا وویلې، خو موږ تر ټولو موږ ته د دې شفافیت مهم ده، د کار تر زمانه شفافیت مهم، شفافیت مهم ده، ځکه شکایتونه زیات دي. که چیرته دوی سرعت کار ته ورکړي، طبیعي ده چې شفافیت پله مهم. ښاغلی لیسی ویلې چې په دې اونۍ کې موږ د 300 رای په اړوند پریکړه کوو چې دا کوي شي زرګونو شکایتونو ته یا زرګونو اسراف طلبې ته ځواب ووایي او سقف د شکایتونو ډېر راټیټ کړي. نو دوی ژمن دي چې تر لسو کاري ورځو پورې دا مسله خلاصه کړي. احتمالا که خلاصه نه شوه، څو ورځې نور به برکې ونیسي. فکر کوي چې کمیسیون په ښه لار روان دی او ټول شیان په ښه ډول مخې ځي؟ که دا ډېره ښه خبره ده، د 300 رایې چې کومې دي، چې ډېر شکایتونه په همدایي اړوند دي او دا غیر قانوني رایې دي، غیر اصولي روان ته شامل شوي دي. د دې په هکله که دوی د قوانینو طرزالعملونو په نظر کې نیولو سره تصمیم ونیسي، رښتیا چې ډېر شکایتونو ته به ځواب ووایي. او موږ هم امیدوار یو که چېرته دې ته دوی مثبت ځواب په هغه چې څه قانون ورته وایي، نه فرمایشات، دوی ځواب ووایي، موږ به ته ناراضي شو او ډېر شکایتونه به پدې کې حل شي. او هدف دا ده چې مو د لوایحو طرزالعملونو کې دغسې دي چې د 100,000 او 150,000 رایې په دوه بایومتریک دستګاهو کې ثبت شوي دي، باید بررسی شي، وڅېړل شي چې په دې کې کومې صحیح رایې دي، کومې غلطې دي، پاکې له ناپاکو جدا شي. 100,000 او 200,000 رایې دي چې دا باید باطل شي، ځکه مخکې له وخته وروسته له وخته دي. 298 صندوقونه دي، 2,402 صندوقونه دي. دغه الزامیت شکایتو کمیسیون ته تاسو ټاکئ که هغوی کار کوي؟ بیا دقیقاتو پر اساس بخنه غواړم. موږ خپل شکایتونه وړاندې کړي دي، نور به مسیر دوی خپله ټاکي، د دوی مسؤلیت. اما د باید کلمه یو بار د فشار ده پر کمیسیون. نو کله چې زه خپل شکایت نه دي پاکوم، باید کلمه باید استعمال کړم، ځکه باید کلمه استعمال کړم چې د ما شکایت معجم معسق په ځای ولاړ شکایت دی، باید دې ته رسیدګي وشي. نو ځکه زه د باید کلمه استعمالوم. راځم دې ځای ته چې دغلته 298 صندوقونه دي، 2,402 صندوقونو له جملې څخه چې بایومتریک معلومات نه لري روان ته شامل شوي دي. او دا همدارنګه 140 محلونه چې هغو کې رای د خپل د صف څخه لوړې لویدلې دي. دغته که رسیدګي وکړي، انشاءالله دغه مشکل به په عموم کې ډېر ښه رالنډ کړي، وزر به حل شي. او موږ دې ته امیدوارو چې ډېر شکایتونو ته د خپل ځواب ویلی شي. کوم پاینټونه زیات د اندېښنې وړ دي له اقل ستاسو خوا نظر نه؟ موږ دپاره دغه هر شکایت خپل ځای نه اهمیت لري، په خپل ځای مهم دی، په خپل ځای ورته اهمیت ورکوو چې موږ څومره شکایتونه کړي دي. خو یوازې دومره ویلی شم چې که دغه غټه معضله چې دی، 100,000 او 150,000 رایو، 100,000 او 200,000 رایو، او همدارنګه د 298 صندوقونه چې مخکې 291 و اوس 298 یادیږي، دغه صندوقونه چې غیر قانوني روان ته شامل شوي، بایومتریک معلومات نه لري، دا باطل شي، دا مشکل حل کیږي. ډېره زیاته مننه. موږ سره کاری احساس مشته مخیل ده چې دو تر شوین پختن دو مطرح کو کاری فایز راغه. خوش آمدید بیم شما آقای فیاض. و پرسشی که قبلا از آقای زلان مطرح کردیم در ارتباط با چگونگی تقویم بود، تا یک میسون شکایت انتخاباتی مبتنی بر در روز کاری که یک روز شتر شد 9 روز کاری دیگه کار به پایان خاط رساند یا نه، و نهایتا اگر تقویم نقص میشه چه نگرانی هایی را میتونه ایجاد کنه. آنچه که قابل نگرانی برای شرکای انتخاباتی و برای طرف های انتخابات است است که تأخیر زمان میتونه مشکلات دیگه را خلق کنه. چقدر کمیسیون شکایات ملزم برای پایان کار تا در روز کاری است و تا چه میزان هم احتمال از وجود داره که برعقب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مهمانان گرامی و همچنین بینندگان ارجمند. کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام هم و غم و اهتمامش به این است که در امو تایمی که در قانون پیش بینی شده کار خودش را انجام بده. اما من شخصا رد نمی کنم که ممکنه ضرورت به وقت و زمان بیشتری داشته باشیم. تأکید مقام های
کمیسیون شکایت انتخاباتی همواره ای بوده که از امی چارچوب های قانونی نبراییم. تمام تلاش و اهتمام ما به همین است، اما اگر هم نیاز به زمان باشه، یک جوری از سر ناگزیری هست و ضرورت داره تا ابعاد و زوایای قضایای انتخاباتی واضح و روشن شوه. پس ما رد نمی کنیم که ممکنه به زمان بیشتری ضرورت باشه، اما تمام تلاش ما این است که در امو زمان قانونی. اگر شما برای چقدر وقت اضافی بسته خواهد بود آقای فیاض؟ قطعا وقت زیادی نخواهد بود. احتمالا یعنی چقدر وقت خواهد گرفت؟ من نمیتونم الان مثلا مشخصا. حالا ما این نگرانی داریم که میشه انتخابات افغانستان داشتیم، اونا هم چند بار تقویم نقص کردن، گفتن هفته بعد، باز هفته بعد نشد، باز ده روز بعد نشد، باز به یک مدت نامعلوم. حالا این طرز دید درست؟ من اگر اجازه بدید من میرم توضیح میدم. خب ببخشید من اول نفس میشون از زینه ها من بالا تازه. بحثی که وجود داره این است که همین الان روند به کجا رسیده؟ روند کار به اینجا رسیده که تصنیف در بسیاری از ولایات به اتمام رسیده، همزمان با تصنیف، یعنی یک قضیه وقتی تصنیف بندی میشه اتومات میره به سمت بررسی. همین اکنون هم یک بخشی از قضایا روی میز کمیشنرهای کمیسیون شکایت انتخاباتی هستن برای بررسی و فیصله. پس این روند را وقتی که من مشاهده میکنم، روند تا حد خیلی زیادی مطلوب هست و من میتونم بگم که تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که در این ظرف روزهای آینده کار را به اتمام برسانه. اگر ضرورت به زمان بیشتری باشه، قطعا این زمان زیادی نخواهد بود و داستانی که قبلا داشتیم و تقویم انتخاباتی نقض شد در این دور نخواهد شد. اگر تقویم نقض شود و باز نقض شود در کمیسیون شکایات، چی چیزی را میتونه برایندش باشه بر افکار ما و قلب شما؟ نیا کنید بحث از الان که خب من به نظر میرسه خب خود تقویم انتخابات چیزی، یعنی از تقویم انتخابات دیگه باقی نمانده. مراد اونمو بازه زمانی است که برای رسیدگی به شکایت در قانون پیش بینی شده. بر اساس قانون هم 39 روز کاری هست، اما تأکیدی که ما میکنیم این است که ما بتونیم در این 39 روز کاری کار خودمان را انجام بدیم. اما همانطور که مردم مستحضر هستند و مشاهده میکنند کارکردها و عملکرد کمیسیون شکایات را، اگر زمان ضرورت به زمانی بیشتری باشه، ما این بارها از مردم خواستیم که صبوری بکنند و قطعا با عمل کرده که از کمیسیون شکایات دیدن، این امر برای مردم دور از پذیرش نخواهد بود. این صبوری یک تا یک قدم شاک دهنده است. ما در انتخابات پارلمانی، در نتیجه ابتدایی انتخابات، صبوری را تا حد استخوان دیدیم و شنیدیم و این تانست یک مشکل جدی را در چگونگی کار یا مدیریت کمیسیون انتخابات افغانستان هم شکل بده در ارتباط با کمیسیون شکایت انتخاباتی که اونا دوستیشان به سارانوالی است. حالا بسی است که برخی منابع با ما میگن که ممکن است کمیسیون شکایت افغانستان تا آخر ماه هوت هم نتانه به یک نتیجه برسه، چون در اوجا پراگندگی کار فوق العاده زیاد است، ظرفیت سطحش بسیار پایین است و نهایتا اختلاف نظر هم در درون وجود دارد. نه، من به شدت این موضوعات را رد میکنم به خاطر از اینکه ظرفیت ها پایین نیست و همین اکنون در تمامی ابعاد، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ فنی و تکنیکی، ظرفیت های بسیار خوبی هستند که همین قضایا را در حال بررسی هستند. دمی روزهایی که حالا ما و شما امروز نشستیم، امشب داریم صحبت میکنیم، کمیشنرهای کمیسیون شکایت انتخاباتی از صبح تا شب روی در جلسات مختلف روی نمیزی قضایای انتخاباتی غور و بررسی دارند و هر قضیه را مورد بررسی قرار میدن و چنین چیزی نیست که تا ماه هوت بمانه یا بسیاری پروسه طولانی شوه. نه، تأکید من این است که روندی که فعلا حالا برآورد ما و نگاه ما از درون به کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که روند در حال حاضر بسیار مطلوب است به نظر من و اگر این روند ادامه پیدا بکنه، احتمالش خیلی زیاد است که ما بتوانیم در امو بازه زمانی که اما 39 روز کاری هست کار را به اتمام برسانیم حتی. ولی خب احتمالات را نمیتونیم در نظر بگیریم. چرا؟ چون رویه قضایی هست. تا زمانی که تمامی ابعاد و زوایای یک قضیه روشن نشده، ما نمیتونیم فیصله بکنیم. اما قانون بر شما زمان داده
آقای فیاض. خب باز هم یعنی اگر شما تضاد این باشه در چارچوب قانون است. باز هم اهمیت با دقت کار دیگه. یعنی شما اگر بین دقت و سرعت کار، دقت یک بحث خیلی عمومی است. دقت مستلزم زمان یک سال هم است، دقت مستلزم زمان یک ماه هم است، دقت مستلزم زمان یک هفته است. نه نه ما مطلق سیاه و سفید که نمی‌بینیم. به صورت نسبی دقت باید فدای سرعت نشه و دقت منظور از دقت این است که حکمی که در نهایت از ای یعنی برایند اینمی بررسی ها هست حکمی باید باشه مبتنی بر عدالت. تا این جای کار قانون مشکل داره بقل شما قانون... چون زمان محدود پیش بینی کرده. نه قانون مشکل نداره، اما میخوام بگم که بعضی وقتها روندها خارج از کنترل فرا قانونی میشه، بالاتر از قانون عمل میکنه. فرا قانونی نمیشه چون بالا قانون مشکل نداره، فرا قانونی هست. آقای پس نه 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 کنید، ما یک زاویه دید داریم ما و شما. به هر صورت من میگم که وقتی که شما یک روند را در قانون پیش بینی شده، اما در قانون خب نیا کنید در مدیریت یک چیزی را ما میخوانیم، میگیم وقتی در میخوایم یک چیزی را در مورد آینده پیش بینی بکنیم، این پیش بینی هیچ وقت 100% درست نیست. چرا؟ چون ما در رابطه با آینده ای صحبت میکنیم که اطلاعات 100% درست از اون نداریم. قانون پیش بینی کرده یک سری موضوعات را. در این انتخابات ما از یک سیستمی استفاده کردیم برای ایجاد شفافیت حداقلی در انتخابات که خیلی از مواردش را قانون پوشش نمیده، یعنی خلای قانونی داریم در رابطه. خود مثلا همین سیستم بایومتریک، سیستم بایومتریک برای اولین بار بود با چالش‌ها و مشکلات متعددی. نه کلیاتش شده، اما تمام جزئیات یعنی اصلا اختلاف سر همین موضوعات دیگه. چی چیزی است که در بایومتریک در قانون پیش بینی نشده؟ بفرمایید. نگاه کنید مثلا یعنی موارد اختلافی، خب علتش چیه؟ مثلا قضیه 102000 رای، درسته؟ بله. خب در قانون صراحت داره که آرایی که خارج از وقت استعمال شده باشه. بله. خب این اعتبار نداره، اما از اون طرف دیگر اینی رو باید برای ما مسجل شوه که امی 102000 رأی که حالا خارج از تایم اعتبار میتونه نداشته باشه، آیا واقعا و حقیقتا خارج از وقت استعمال شده؟ مکتوب کمپانی در ملوک کافی نیست برای شما فکر میکنه؟ مکتوب کمپانی در ملوک درسته، او یک سری از اطلاعات رو میده، اما ضرورت بررسی های بیشتر دیگه هم هست، یعنی ابعاد و زوایای دیگری هم داره که باید مورد بررسی قرار بگیره. چی بررسی های خارج از چارچوب مکتوب کمپانی در ملوک میتونه باشه؟ به نا کنید به هر حال کمپانی در ملوک او مکتوبش مشخصا واضح نمیکنه که آیا امی 102000 رای خارج از وقت یا داخل وقت، یا به هر حال خیلی مشخص نوشته شده بود آقای فیاض. اگر مکتوب شما بخونید خیلی مشخص است. مشخصه که تایم خارج از وقت زده شده. بله. اما نیا کنید بحثی که وجود داره اینمی است که آیا اینمی مثلا رأیی که خارج از وقته، با توجه به شکایاتی که به ما رسیده، با توجه به اعتراضاتی که از طرف دو تیم‌های انتخاباتی به ما رسیده، خب یک ادعا وجود داره که نه این خارج از وقت نبوده، خارج از وقت فقط ساعت نشان داده میشه که خارج از وقته. خب اینی رو ما به عنوان خارج از وقت چی هست؟ ما به عنوان محکمه انتخاباتی باید اینی رو مشخص بکنیم، یعنی برای ما مسجل شما مطابق قانون کدام تعریف دارین یا نه، یا میرین دنبال ادعاها و بررسی های مبتنی بر ادعا؟ بالاخره شما وقتی که شکایت یا اعتراضی به ما میرسه، بالاخره او ادعاها و شکایت ها برای چی به ما رسیده؟ اما یک تعریف قبل از قبل وجود میداشته باشه مطابق قانون بر شما؟ بله. چی اصل است؟ تعریف شما زمان چی است؟ در قانون ذکر شده که آرایی که خارج از وقت استعمال شده باشه. خب اینال ممکن است اینمی آرا یک بخشش مثلا واقعا داخل وقت استعمال شده باشه، اما خارج وقت نشان داده شده. به هر حال ما ناگزیر هستیم برای اینکه عدالت انتخاباتی ایجاد یعنی تضمین شوه، ما هم بر مبنای قانون، یعنی اینو میخوایم به سلام مورد تاکید قرار بدیم که بر مبنای قانون مسائل تکنیکی را ما باید مد نظر قرار بدیم تا به حقیقت موضوع. آیا قانون از زمان تعریف داره یا نه؟ بله بله. چی از تعریف قانون از زمان؟ خب منظور شما رو مشخصا نمیدونم. آیا قانون در ارتباط با چگونگی قید زمان آرای بایومتریک کدام تعریف و پیش بینی داره یا نه؟ بله خب مشخص شده که از چه زمانی تا چه زمانی. پس تعریف روشن است و مبتنی به عمل میگه. بله بله. بسیار تشکر. با ما آقای احساس از عضو دسته انتخاباتی است، اما پرسشون خواستم می‌خوایم در ارتباط با تأخیر زمان. احتمالاً آقای فیاض هم رد نکرد که ما نیاز به زمان بیشتر برای بررسی‌ها داشته باشیم.
آیا تحمل پذیر و قابل استقبال است یا نه؟ شما نگرانی داری از این نکته؟ به نام خدا، سلام عرض ادب خدمت شما مهمانان در بث بیننده های تلویزیون. تیم دولت ساز به عنوان یک مجموعه ملی خواستش از کمیسیون شکایات انتخاباتی این است که تقویم نقض نشود. به هر اندازه ای که تقویم نقض شود، اعتبار کمیسیون شکایات انتخاباتی زیر سوال میره و به ظرفیت کمیسیون باید تردید کرد. ولی از طرف دیگه این را نباید نادیده بگیریم که شکایات زیادی از طرف تیم‌های درج کمیسیون شکایات شده که به نحوی اینا میتونه که منجر به تداوم این زمان شود، یعنی در زمان مشخص ممکن نیست تو حدس میزن آدم که نتونه نتیجه بررسی انجام شود. پس در این صورت قضاوت تیم شما متناقض است آنچه که کمیسیون شکایات کرده؟ ببینید، یک طرف میگن که نیاز به زمان داره و طرف دیگه میگن اگر این زمان معین نشه ظرفیت. یک زمان است که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی تلاش میکنه که در زمان مشخص کارش را انجام بده، یک طرف قضیه است. و از طرف دیگه قضیه است که شکایات بسیار زیادی مبنی بر فرصت کشی، مبنی بر وقت کشی از طرف بعضی از تیم‌های انتخابات درج کمیسیون شده. این در واقع به نحوی میتونه که باعث تداوم زمان شود. یک مشکل است حقیقتاً. ولی خواست یک مشکل توجیه پذیر برای کمیسیون شکایات است. بله، ولی خواست ما این است که تقویم نقض نشود. در حد امکان تلاش بکنه تقویم نقض نشود. مردم افغانستان انتظار داره که چه چالش‌هایی را میتونه نقض تقویم خلق کنه حداقل احتمالاً؟ آنچه که ما تصور میکنیم بیشتر دید مردم نسبت به انتخابات، نسبت به کمیسیون شکایات انتخاباتی یک مقدار منفی میشه. دید مردم صفر است در حال. ولی اگر آنچه احتمالاتی که شما بیشتر مطرح کردین که مباحث دیگه ممکن است در شکل گیری حکومت مطرح شود پیش بیه، ما بعید میدانیم. ما در گذشته افغانستان تجارب عجیبی داریم. در یک مرحله اشرافیت خانوادگی حکومت کرده، در بخش دیگه از تاریخ بعضی ها با روش های ملیتاریستی و نظامیگری در پی تصرف قدرت سیاسی برآمدن. در برخی مواقع بعضی ها با نقاب دین و مذهب. ولی تاکید ما و خواست مردم افغانستان در این مرحله نیست که فقط رأی مردم تعیین کنه. آنچه که اصل است آقای احساس، نیت و اراده مردم متاسفانه در ادوار تاریخ شما نام بردین خیلی هم تعیین کننده نبوده، بلکه فشارهای بیرون از افغانستان تعیین کننده معادلات جنگ و صلح بوده و حالا هم ما متاثر از این فشارها هستیم و این فشار مستقیم از بیرون خلق میشه و این یک نگرانی است که میتونه خلق شود. اما آنچه که میتونه به انحراف مسیر برخی نگرانی ها نسبت به وجود دارد، تأخیر زمان خلق کنه یا ایجاد کنه، آیا فکر میکنین که اتو معادلات شکل بگیر یا نه؟ ببینید، ما اراده مردم افغانستان در گذشته، یعنی سه مرحله ای که ما یاد کردم، نمیتوان اراده مردم در شکل گیری حکومت ها دخیل دانست. ولی در این مرحله من فکر نمی کنم که غیر از اراده مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و زعامت آینده افغانستان دخیل باشه. درست است بعضی از تیم های انتخاباتی مثل تیم ثبات و همگرایی که از انتخابات شش میدان چیزی دستش نیامده، دست رد دریافت کرده از طرف مردم، معمولا در پی است که انتخابات مشروع زدایی بکنه. معمولا دکتر عبدالله در نشست ها اشتراک میکنه که در اونجا برای سبوتاژ انتخابات برگزار میشه. ولی هیچ راه مثلا کدام نشست؟ خب همین نشست چند روز پیش در خانه آقای محقق برگزار شد، نشستی که قبل از برگزار شده بود. اطلاعات شما از این نشست سبوتاژ انتخابات است؟ ایس به نحوی سبوتاژ انتخابات است. اگر این را بحث بیم بررسی بکنیم که بحث صلح است، حکومت افغانستان به عنوان نماینده مردم افغانستان در عرصه ملی و فراملی می تواند در مورد مسائل مربوط به سرنوشت افغانستان تصمیم بگیرد. اما آقای عبدالله 50% شریک قدرت است در حال حاضر. آقای عبدالله در مجالس اشتراک میکنه، در نشست های داره اشتراک میکنه که اونجا طرح حکومت موقت مطرح میشه. آیا آقای عبدالله جزء حکومت نیست یا از حکومت نمایندگی کردن نمیتونه؟ آقای عبدالله نصف از حکومت است، عملا در رگه های مختلف و لایه های مختلف حکومت ایشان حضور داره. ولی بحث ما این است که آقای عبدالله در کنار کسانی میشینه که اونا داعیه حکومت موقت را داره. آقای کرزی طرح حکومت موقت است، در حالی که طرح حکومت موقت چنان طرح ظالمانه و طرح خائنانه است که برای برگشت افغانستان به عقب مطرح میشه و این طرح از طرف سیاستمداران مسئولیت پذیر متعهدی به منافع ملی افغانستان هرگز مطرح نمیشه. آیا دید این چنینی یا پلتفرم این چنینی به خائنانه به قول شما میتونه سبوتاژ کنه بحث انتخابات را یا نه؟ قطعاً. یعنی ببینین، وقتی دکتر عبدالله نصف از حکومت خود را میدانه و عملا در تصمیم گیریهایشان حضور داره، در مجالس اشتراک میکنه که انتخابات ازش مشروعیت زدایی میکنه و سبوتاژ میکنه، این در واقع به نحوی یعنی مسئله است.
درست است. زمانی که فشار عملا وجود داره و نصف از حکومت داره با کسایی که طرح خائنانه را به قبل شما میریزن یک جای میشه و ضد انتخابات کار میکنن، فکر میکنین که تاخیر زمان به نوع مانورها را بیشتر گسترده تر و عمیق تر بسازه یا نه؟ ببینید درست است، آقای دکتر عبدالله نصف از حکومت است، ایشان در این جلسات اشتراک میکنه. علت و مبنای اصلی حضور دکتر عبدالله در این مجالس است که ایشان از انتخاباتش رو میزان مایوس و ناامید است. به اول از انتظار داره که ممکن است از این مجالس چیزی دستش بیه، ولی حقیقتا هیچ چیزی نمیتواند سرنوشت مردم افغانستان تعیین بکنه جز رای مردم. فقط و فقط رای تعیین کننده است، هیچ عامل دیگه در آینده سیاسی افغانستان نمیتواند تاثیرگذار باشه. و تاخیر زمان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ تاخیر زمان ممکن است دید مردم نسبت به انتخابات، نسبت به کمیسیون شکایات انتخاباتی منفی بکنه، ولی ای که منجر به شکل گیری بعضی سناریوهای احتمالی که شما گفتین هرگز نمیشه. بسیار زیاد تشکر. یک وقفه کوتاه، بس خودم شنو ادامه خواهد داد. دوباره خوش آمدین. آنچه که نگرانی های اختلاف برانگیز بین دو تیم است، طرز دید است که یکی بازنده عنوان میشه و دیگه برنده و جانب بازنده و قبل تیم دولت ساز در پی سناریوهای ضد انتخاباتی است. اما نهایتا بحث تقویم زمان بررسی های شکایت انتخابات در کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان به هر صورت میتونه بیانگر یک نتیجه برای انتخابات باشه که انتخابات در دور اول یا در دور دو پایان پیدا خواهد کرد. آنچه که بحث تیم ثبات و همگرایی را میتونه بیشتر از پیش با انتقادهای تیم دولت ساز گریه بزنه، نشست هایی است که در تضاد به قاعده های انتخاباتی شکل میگیره. آقای احساس روی نقاط اشاره کرد. پرسش از آقای زلان مطرح میکنم، چرا اگر شما معتقد به بحث انتخابات هستین در جایی میرین که خیلی هم باورمند به انتخابات نیست و سناریوی انتخاباتی مطرح میشه؟ در هر چوک هر خبره د خپل د عقل په اندازه، د خپل فکر په اندازه او د خپل وړتیا په اندازه کتلی شي. موږ چاته نه وایو چې تاسې ولې د دې نه داسې شک یا داسې فکر اخلوئ. موږ د افغانستان خلک یو، د افغانستان برخه یو. ډاکټر عبدالله د افغانستان اوسیدونکی دی، د افغانستان د دې خاورې بچی دی، له هر افغان سره به کینی. ډاکټر صاحب اشرف غني د مو مقابل ټیم دی، خو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني سره هم ناستې لرو. په ناستو هیڅ کله څوک دغه فیصله نشي کولای چې دغه به د دې دپاره، اما د هغه کړیو ناستې چې ښاغلی احساس پرې ګوته ونیوله ډېر معلوم دی چې هغوی څه غواړي په افغانستان کې راتلونکی. دلته هر څوک د خپل نظر خواندان دی، هغو به هر څه پلان لري، هره پرېکړه به لري. ولې ډاکټر صاحب عبدالله د حکومت نیمه برخه دی، د هر چا سره به کینی، هر څوک ورباندې حق لري چې ورسره کینی. د ډاکټر صاحب عبدالله ناستې نه د موقت حکومت لپاره دی، نه د دې دپاره دی چې د انتخاباتو پروسه بدنامه کړي. موږ داسې وایو چې دوی د دې شیانو نه ډارېږي، دوی د لږ څه زړه غوټ کړي. په انتخاباتو کې ډېر وخت دپاره داسې کیدلی شي چې څه چې تصور کوي هغه برخلاف ووځي. اما طالبان که ښاغلی عبدالله ویلي چې که سوله راتلونکي هر قیمت به ورته ږدي او مشکل به نه وي. زه په همدغې خبر راځم، دوی وایي چې دغسې ناستو کې د هغه کوي چې هغه د انتخاباتو دپاره توان رسوي. ډاکټر صاحب عبدالله د انتخاباتو نه د مخه ټول افغانستان خلکو ویل ده چې اعلان یې وکړو چې که چېرته زه ګټونکی هم شوم، په سبا ورځې سوله راځي، زه به د خپل موقف نه استعفا ورکوم، سولې ته به ترجیح ورکوم. اما دولت ساز وایي چې دوی بایلونکی ده او ځکه دا هڅې کوي چې ژر نو د انتخاباتو نه د مخکې مو چا به معلوم کړي وو چې مو بایلونکي وو که ګټونکي؟ دا علمي عیب ده دوی سره وو نه، خو نه وو ورسره. دوی خو هر څه وایي. ګوره زه یوه خبر ته کوم، معقوله دی وایي چې الخاین خایفو، خاین ډاران وي. دوی همیشه د پاره خیانت کړی، خپل خیانت یې ډاروي، هر څه ورته دوه دوه ښکاري. دوی د لږ حوصله وکړي، ځان دې ټینګ کړي، دا نتیجې معلومیږي، انشاءالله دا به هر څه واضح شي. بل یوه کیسه ته کوم، د صلح دپاره ډاکټر صاحب عبدالله چې کومه قرباني ورکوي، زه فکر کوم چې ډېره قوي قرباني ورکوي. همدا اوس د کله ځینې قرباني به په بدل د انتخاباتو کې وي که نه؟ موږ داسې ویلي چې که د انتخابات موږ وګټو او سوله راځي، ما پر حال تر اوسه تاسو نه دی ګټلی. ښه، اوس خو ما نه دی ګټلی، خو سولې ته تر دې انتخاباتو بیا هم ترجیح ورکوو. که موږ ګټو که یې بایلو، سوله موږ ته حق اولیت لري، ځکه د دې وطن د بچیانو ویلي په دې مفهوم ډېر زیات انتخابات باورمن نه یاست تر سولې.
هدف مداده مونږ په قدرت باورمن یو مونږ غواړو چې افغانستان ته خلکو ویني د قدرت لپاره و بیاو مونږ په سولې پنځنه مونږ نه کوو چې دا نو کاستاسو اولویت سوله ده د انتخاباتو وضعیت سولې ته کار کوي او د ګروپو سره به کار کوي چې زی دوه تلار شي طالبان سره وګیږي او اغه لري ولټي چې د حکومت خلاف دي نه د حکومت خلاف نه دي سوله د حکومت په هیڅ صورت خلاف نه ده حکومت د په سولې کې یو طرف ده یو ارخ ده چې خبری بکیوی پرون که تاسو د موږ ناسته لیدلی وی ډاکټر صاحب عبدالله ډیر په وضاحت سره ویلې چې که سوله کیږي د سولې ته په حیات کې به د موږ کسان ځي خو موږ مخکې سولې ته هغه نږدو شرطونه نږدو سولې ته داخلیږو خبرو ته داخلیږو د خبرو په جریان کې به داسې کلمات راځي چې هغه به یو بل ته بیا شرطونه کړو اما حکومت د سولې اساسي اړخ ده نه یو عادي اړخ خو نیم موږ یو تاسو بل حکومت تام زمان نمایندگی کوي بله نروندې نیم حکومت مونږ یو 50% د حکومت برخه تشکیلو هیڅ څوک مونږ ته نشي ویلی چې سولې ته ولې حق ولایت ورکوي مو د افغانستان د هر بچی وینه تلی دل د خپل ځان وینه بولو چې مونږ وینه تلیږي کور مونږ د دې اوسنۍ بدبختۍ د اوسنۍ د خلکو پکر د ډاکټر صاحب عبد الله رانی ولی تر ما پورې د ټیم ټول غړي ډیر پریشانه کړی دي په دې وطن کې کوم هرب ته حالات روان دي د موږ بچیان دلته اوسېږي دا در بدرې دي موږ بچیان ته راځي هغه څوک چې له خارج راغلي هغه څوک چې دلته بچیان نه اوسېږي هغه څوک چې د دې وطن ګټې توانونه دوی ته ګټې ورته راځي او توانونه ورته نه دي راځي دوی بچیان نه پکې مري نو خو په دې وطن څه زړه کېږي هغه خو تاسو وایي چې موږ داسې سوله غواړو چې هغه عزتمنده سوله وي یا په عزت ولاړه وي ګوره دا ډېرې غلط کلمات دي سوله یو سوله ده وصلح الخیر وصوله کی خیر او بلته کی قران عظیم شان ډیر په زحات سي لچ د مسلمانان سره وړاندې فاصله هو بینه اخوي کوم مسلمان وړاندې د مانس کی سوله وکوي نو موږ د قران آیتونو ته احترام لرو قران په کامله معنا یاد لرو په قران په کامله معنا منو مسلمانان مسلمان مخکې راځي کاغلی زلان کوم یو مخکې راځي قراین څه کار کوي فکر کوي چې سوله مخکې راځي کده ټکن مو مسله ها دا په موږ سي تر دې راه دا ارتباط هم نه سي د سولي اړخونه ټولو ته په تاسو سره په ټولو اړخونه ته په کاتو د انتخاباتو پروسه به مخکې اعلانېږي سوله به ورستوي ځکه چې ځینې هدفونو ته نه دي سره رسېدلي سوري هغه اصلي اړخونه اوس پوښتنه اصلي دلته مطرح کېږي چې که د ټاکنو نتیجه شاته ولېږي او یو نامعلومه تقویم ته غوټه کېږي څومره کوی شي چې دا مخکې راشي په هیڅ صورت دا نشو منلی چې دومره لوړ ته شاته تقویم ته دي ولویږي په دې کې بیا مداخلې کېږي په دې کې بیا نور هدفونه راځي موږ دوی ته دومره وخت ورکوو چې هدي اقل ته شکایتونه پکې وڅېړل شي که چېرته دوی د تقویم نه عکس کړي دومره اندازه دي حداقل وخت ورکوو حداقل مثلا د اوس څومره وخت چې دوی شکایتونه نه هدي شوې دوی ته ورکړل شي دي دوی کولی شي چې لاس ورځ نور وخت وغواړي د دې بمبست دي پرون کاغلی لیاسی سره ما خبرې وکړي ډیر ظالمانه شکایتونه وای درچی او 8000 14000 شکایت چې 8000 پکې اضافه وو او پس د نفقای کې هم دا رقم اضافه شکایتونه او دا اضافه شکایتونه هغه بار د شنو پوګی دي خغلی احساس هم په دې خبرې وکړي خغل فایز هم په دې وایي زه هم نه وایم چې دغه حجم او یو ستونزو یو چالش سره مخامخ دوی چې د کومه پریکړه اوس رانی ولې چې یو لک او در زرای په حق لته یو لک 2000 رای په حق لته د 2000 300 درو صندوقونو په حق لته دا ډیر ښه پریکړه ده دا ډیر شکایتونه ته دی پټه کې کېږي په دغه مشکلو کې ډیر شکایتونه ته ځواب ویل کېږي بیا شکایتونه سړل ته ضرورت نه کېږي وخت چې دوی سړت شکایت ته په شکل د اشکال رسیدګي وشي نو څو خو به شکایت نه ګرځي اول د موږ ټیم چې د موږ هغه وختنه چې یو لک او در درې لک رای په حق دي او دوی په دې حق لوي تصمیم ونیسي نو دې موږ ډېر شکایتونه ته دې پټه کې خودل کېږي به موږ په دې خوشاله دي دوی نه چې وړې را خلاندا او معقوله او قانوني لارې ورته ولټوله جزئیات مننه آی فاس در ارتباط با حداقل می آرای مورد منازعه گای 300 هزار آرای خوانده میشه گای کمی گای زیاد هم بر حال در ارتباط به 6 روز کاری دیگه باقی مانده و قبل آقای الیاسی که نتیجه را میتین برندشه به مردم آی فکر میکنین که تا 6 روز ای بسته رای حل پیدا میکنه یا نه؟ خب میخوایم بگم که در دو جهت به این موضوعات رسیدگی میشه. یک بحث این است که وقتی در قالب اینمی موضوعات کلان در قالب شکایت ها و اعتراضات استینافی خورد و تفصیل شده و در مو رابطه در هر مورد شکایت وقتی که فیصله صورت میگیرد به صورت مجموعی باز همین مشکل 300 هزار رای هم حل میشه. در کنار این به صورت کتگوری های کلان یعنی خود 300 هزار رای از جز با کل از کل با جز بله 102 هزار رای 137 هزار رای 2400 محل تمام اینها به صورت مجموعی هم در قالب برخی از شکایت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت دیده که میسون شکایت از جز با کل است یا از کل با جز میه فرقی نمیکنه یعنی ما به فرق میکنه شکایت ها متعدد است موارد مختلف ما میخوایم بگم که در دو جهت
کار داره میشه، یعنی از هر دو جهت کار میشه. در نهایت اگر از ما میخوایم به عدالت برسیم آقای فیاض، اگر از جل از جز به کل برین مستلزم یک زمان خیلی طولانی است. بله. و اگر از کل به جز برین با توجه به قواعد و راهکارهای حقوقی میتونه کم تایم کوتاه شه. من دقیقاً میخواستم امیر بگم، یعنی بحثی که وجود داره اینه اگر ما به صورت تفصیل دانه دانه شکایات را مورد بررسی قرار بدیم خود طبیعتاً وقتی بیشتری ضرورت است. اما همونطور که میدانید این شکایات ها یا اعتراضات استینافی در قالب 4-5 کاتگوری کلانه که باز برمیگرده به همو اختلافات اصلی. بله. که اگر ما به صورت مجموعی در باره هر کدام از کاتگوری ها یک فیصله داشته باشیم، اون زمان دیگه ضرورت به وقت و زمان زیادی نخواهد بود. خب تمام تلاش ما این است که حالا چی از راه اول و چی از راه دوم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به همون فیصله نهایی برسیم. اگر های شما میرسانه که امروز کمیسیون شکایت هیچ کار نکرده و امروز منتظر بوده، استراحت بوده، بدل از اینکه دیشب آقای الیاسی با ما گفت که سر از فردا کار میکنن، نتیجه کار امروز از جز به کل است یا از کل به جز؟ نگاه کنید، نه این رقمی نبوده که ما بیکار باشیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی کار شما اگر میگین که اگر تو بریم یا اگر تو بریم، حالا اگرها میرسونه که هنوز شما راه نیافتین که شما از صفر شروع کردین یک دانه میکنین یا از کل میان بجو. خب بذارید ما واضح بکنم، ما هم در حقیقت از هر دو جهت کار در حال انجام الان. ما که وقتی او برای توضیح و تبیین مسئله بود که ما از مثلا گفتم اگر از ایران بریم اگر از اون راه بریم، اما بحثی که وجود داره اینه میست که در هر دو جهت کار داره صورت میگیره و در هر دو جهت هست که بخش تحلیل و بررسی کمیسیون شکایت انتخاباتی داره کار خودش را انجام میده. امروز چی کردین آقای فرز؟ بررسی ها در حال انجام هست دیگه. مشخصا کاتگوری وار بررسی شده یا دانه وار؟ در هر دو مسیر ما کار میکنیم. میره خمی نیست که هر دو مسیر فانوس زیاد گیج کننده است و ای باز هم زمان بر است، خیلی زمان میبره. اگر شما میخواین دانه دانه هم بررسی کنین، باز بعد از او باز بیان کاتگوری وار بررسی کنین، حالا معلوم نشد که شما کدام راه را انتخاب کردین و یک زمان خیلی طولانی خواهد گرفت. به هر حال نیا کنید در هر دو مسیر کار انجام بشه و ضرورت نداره که ما اگر یک مسیر را بریم یک مسیر دیگر اصلا نرویم. نه، بحث این است که به هر حال اینمی اعتراضات استینافی که ثبت شده در کمیسیون شکایت انتخاباتی در نهایت به طرق اولا به طرف عدالت انتخاباتی گام برداره. خب حالا ما دانه دانه این کاتگوری ها رو مورد بررسی قرار میدیم شکایات را، یا به صورت مجموعی در قالب کاتگوری ها این فیصله نهایی میشه، در نهایت فرقی نمیکنه. مهم این است که آقای فیاض بازی با کلمات فکر نکنم که نه درد شما رو دوا کنه نه درد بیننده را، نه استیما را. آقای دیاسی دیشب با ما صحبت داشت و عین صحبت هایی که شما میگین تکرار میکرد که ما اگر از ایرا بریم اتو میشه، اگر از ایرا بریم اتو میشه و فردا کار شروع میکنیم. شما عین کلمات امشب تکرار میکنیم که اگر ما از ایرا بریم اتو میشه، اگر از ایرا بریم اتو میشه و بالاخره از اردو را میریم. حالا نتیجه چی؟ از ایرا میرین، از اون میرین و آیا 6 روز دیگه کافی است برای بررسی آرای مورد منازعه یا نه؟ خب اول که من میخوام بگم که من با کلمات بازی نمیکنم، حالا سبک صحبت من همین قسم است. دوم بحثی که وجود داره، بله تمام تاکید ما این است که در طول یعنی زمانی که باقی مانده کار را به اتمام برسانیم، یعنی تمام تلاش ما همین است در هر دو جهت یا در یک جهت فرقی نمیکنه. مهم این است که ما در همین بازه زمانی که مانده کار را به اتمام برسانیم و در نهایت فیصله نهایی را اعلام بکنیم. خب ممکنه زمان بیشتری ضرورت باشه و ممکن هم هست که در همین بازه زمانی بعد از 4 ماه و چند روز کار رو عین ادبیات هم شنویم آقای فیاض که از سخنگویای کمیسیون مستقل انتخابات میشنویم. نه کنید، من به کمیسیون انتخابات کاری ندارم، حالا به هر حال اونها باید خودشان باشن تا توضیح بدن، ولی آن چیزی که به کمیسیون شکایات برمیگرده این است که کمیسیون شکایات چه در مرحله اولی که به شکایات ناشی از روز انتخابات رسیدگی کرد و چه حالا از برنامه خودش عقب نبوده واقعا و در حال حاضر هم از برنامه خودش هنوز عقب نیست و باز هم تمام تلاش و تاکید ما این است که در امو تایمی که باقی مانده کار را انشاءالله به اتمام برسه. در روز آقای زلان گفت و احتمالا روزهای کمتر از اون تیم دولت ساز چون عجل زیاد است در ارتباط با پایان کار، فکر میگنید در روز اضافی کافی باشه برای شما غیر از تقویم یا هنوز معلوم نیست؟ من میگم که امو در روزی که باقی مانده احتمالا ما کار را به اتمام برسانیم، اما به اصطلاح زمانی که باقی مانده. البته خب حالا نه روز باقی مانده، اختلافات یک مقدار اختلاف دیدگاه هست. با قبل شما نه روز، با قبل تیم ها 5 روز فکر کنم 6 روز. به هر حال
چون ما 39 روز کاری را مد نظر قرار دادیم و از اون طرف دیگر یک مدتی را بحث استیناف خواهی از ما گرفت که اگر همین پایان استیناف خواهی ها را در نظر بگیریم هنوز یک مقدار 9 روز 10 روز باقی داریم. اگر او بحث اضافی که در بحث ثبت اعتراضات استینافی در نظر گرفته شد اگر در نظر نگیریم بازم برای بحث 6 روز میشه. حالا به هر حال یا 6 روز یا 10 روز ما تمام تلاش ما این است که در همین بازه زمانی انشالله کار را به اتمام برسد. بسیار زیاد تشکر آقای احساس. حالا آنچه که گفته شد بازم یک نوع نگاه نامعلوم در قبال پایان کار کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان است. میتونه دردسر دهنده برای مردم باشه، گیج کننده برای شما باشه، نگرانزا برای تیم ثبات و همگرایی و سایر گروه‌های مشاهدین. فکر میکنین که یک جای کار مشکل داره؟ و فکر میکنین که یک جای کار مشکل ایجاد خواهد شد یا نه؟ ببینید، دهی که شکایات زیاد ثبت کمیسیون شکایات انتخاباتی شده شک نیست قطعا این زمانی بیشتر احتمال داره بگیره. ولی انتظار ماست که کمیسیون شکایات این است که یک مقدار جدی‌تر کار بکنه با رعایت شفافیت، به تقویم نقص نکنه. به هر اندازه‌ای که تقویم نقص شود طبیعی خواهد بود که یک سری ذهنیت‌های منفی ایجاد میشه. اون ذهنیت‌ها در واقع مخرب است. و مثلا چی ذهنیت ببینید، یکی از راه‌های حلی که مثلا چی ذهنیت ممکن ایجاد شود، یکی خوب دید مردم منفی میشه. خوب یک سری گروه‌های سیاسی، ببینید ما دو نوع گروه سیاسی در افغانستان داریم. یک نوع گروه‌های سیاسی وفادار به نظام سیاسی در افغانستان داریم و یک سری گروه‌های سیاسی برانداز در افغانستان داریم. گروه‌های سیاسی برانداز در پی براندازی نظام، در پی تضعیف حاکمیت ملی و فرسایش حاکمیت ملی است و گروه های سیاسی وفادار متعهد به نظام در جهت تقویت نظام سیاسی کار میکنه. از آنجایی که متاسفانه تعهد و وفاداری بعضی از گروه های سیاسی نسبت به منافع ملی و نظام سیاسی کمتر است، فضا را به نحوی منتهی و آلوده میکنه و ذهنیت مردم را به نحوی مخشوش میکنه. امیدواری فساد ساز باشه و این به نحوی امکان ازی وجود داره که ذهنیت مردم منفی شوه و یک سری گپای دیگه پیش بیاد که در قطعا نگران کننده است. امیدوارم کمیسیون شکایات تقویمش را نقض نکنه. ولی بحث جدیتر از این و مهمتر از این است که ما زمانی رسیده که مردم افغانستان از سیاستمداران پوپولیست، از سیاستمداران عوام فریب، مردم سوار و سیاستمدارانی که در مراحل مختلف با احساسات مردم بازی کرده عبور بکنه. ببین یک بی سواد سیاسی، یک کسی که خرد سیاسی نداره، ضمنی که خودش را آسیب میزنه، تباه میکنه جامعه، مردم و مملکت را نیست تباه میکنه. همین جماعتی که چند روز پیش دوره هم جمع شدن، حداقل در دو دهه اخیر در مهمترین مناصب حکومتی از رئیس حکومت تا پایین ترین اداره حکومتی ایشان اینها حضور داشتن. تو 2 تریلیون دلار در افغانستان خرج میشه. کوچکترین تأثیری حضور اینها در مهمترین مناصب حکومتی در افغانستان چی بوده که باز هم میان برای ما طرح میده، برای که آقای رئیس جمهور غنی طرح صلح مطرح کرده، به ما بشینیم یک طرح بدیم که مردم نگه کنه طرح نداره. زمانی آقای غنی در سوئیس در بین رسانه های بیگانه و در جمع از نماینده های نهادهای بین المللی از شریک قدرت خود و از رئیس جمهور قبلی انتقاد کرد و گفت که اینا طرح ندارن، حتی یک ورق تر هم در ارتباط با صلح ندارن. خب حالا اگر اینا از یک طرف از جانب آقای غنی انتقاد میشن و از جانب دیگه میرن دنبال یک تر، مشکلش در کجا است؟ ببین اون مشکل نیست، واقعیت مسئله همی است. آقای رئیس جمهور غنی، آقای رئیس جمهور کرزی در اینجا حکومت کرد، ولی ایشان یک روز در فکر از این نرفت که بیم یک طرحی برای مذاکرات، برای آوردن طالبا به میز مذاکره، برای مصالحه ملی ایشان کار نکرد. و سایر چهره هایی که در اطراف ایشان امروز جمع شده، آقای دکتر سید عبدالله تا هنوز یک ورق نشان میده که ما برای مصالحه ملی و کشاندن طالبان به میز مذاکره برای مردم عراق یک ورق نداره. ولی یک طرح واکنشی، یک طرحی که خوب آقای رئیس جمهورانی یک طرح جور کرده، بیا ما هم جور کنیم که مردم نگه اینا یک ورق مدیقل نداره، کجای بدی نداره، همین هیچ مشکل نداره. ولی همین که واکنشی است آقای احساس، اگر از موضوع خارج نشه، چون مثلا ما در مورد تقویم زمان است، آیا فکر میکنین که تاخیر گنگ زمان میتونه یک فرصت در این نقطه‌ای که شما ازش نگرانی ایجاد کردین شکل بده یا نه؟ ما این طور براتون بگویم که اگرچه تیم‌های انتخاباتی که از انتخابات چیزی دستشان نیامده
و ناامید از نتیجه انتخابات هستند، اینا در تلاش خلق یک سری فرصت‌های نامشروع است. ولی باور ما به این است که هیچ چیزی جز رأی مردم تعیین کننده زعامت سیاسی افغانستان نمیتواند باشد و این اراده مردم است که تعیین میکند. قبل از شما سخنگویای دیگه تیم دولت ساز بحث شفافیت را مطرح کرد و از روی دیگران بودن. شما هم پیشتر گفتین که اگر کمیسیون شکایات نتانه در مدت زمان تعیین شده کار خود را تکمیل کنه، ممکن است یک نگرانی از شفافیت ایجاد شود و مشکلات دیگه اعتبار. حالا بحثی است که آیا در درون کمیسیون انتخابات نقطه‌هایی است که شما را نگران شفافیت یا قربانی شفافیت بسازند؟ ببینید، فلسفه وجودی و ایجاد کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تأمین عدالت و شفافیت در انتخابات است. اگر کمیسیون شکایات دقیق کار بکنه و غیر جانبدارانه عمل بکنه، آیا غیر جانبدارانه عمل شده؟ ما در برخی از موارد در کمیسیون های شکایات در ولایت مشاهده میکنیم که برخورد سطحی و جانبدارانه صورت گرفته. به طور مثال یک نمونه خدمت شما عرض کنیم، در غور 190 رای بدون اینکه دلیل مقنع برای ابطال اینها وجود داشته باشه با پروسی ابطال سقوط شده. ما این را جانبدارانه میدانیم. ببینیم بحث بازشماری که کمیسیون شکایات داره مطرح میکنه، و شما ادعای جانبداری در دفتر مرکزی را هم کرده بودین، بله؟ خب، قبل از اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی کارش را آغاز بکنه، یک بنده خدا، یک کمیشنر از درون کمیسیون صدا بلند کرد که انتخابات میره دور دوم. در حالی که ایشان یک ورق از شکایات هنوز بررسی نکرده بود. هنوز مرحله بررسی نرسیده بود، ولی ایشان چون بانگ را داد، قطعاً ما را نگران کرد و از اون لحاظ ما اعتراض کردیم که یک مقدار مسئولانه حرف بزنه. و در برخی از موارد دیگه این مشکلات وجود داشته. ما از کمیسیون مرکزی شکایت انتظار این را داریم که برخوردهای سطحی و جانبدارانه برخی از مسئولین کمیسیون شکایات ولایتی را یک مقدار دقت بکنه و عدالت انتخابات را تضمین کنه. بسیار خوب، اجازه بدید قبل از اینکه با آقای زلان بریم از آقای فیاض بپرسیم، حالا این نگرانی ها وجود داره، یکی دو نفر طرفدار آقای عبدالله، یکی دو نفر طرفدار آقای غنی، چون مسئله انتصاب یا انتخاب همین کمیشنرها بر اساس همون دیدگاه سیاسی و حزبی شد و بالاخره رای گیری از جریان‌های سیاسی شد و او اساس ارتباطات سیاسی رد نمیشه و هنوز هم ادعا است که یک دو نفر بر آقای غنی کار میکنه، یک دو نفر بر آقای عبدالله کار میکنه، ممکنه یک نفر در وسط باشه. چقدر یه ادعا میتونه یک مقداری نگرانی ها را توجیه پذیر کنه در درون کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان؟ ناکنید من مشخصا به دو موضوعی که آقای احساس به او اشاره کردن میخوایم اشاره بکنیم. یا کنید به حکم و فیصله کمیسیون های ولایتی هر جوری که باشه، هر رقمی که باشه، به هر حال قابل استیناف خواهی نهایی نیست که تأثیری داشته باشه. حالا ممکن است که اصلا به هر حال همه ما و شما یک مقدار امو متون حقوقی را مطالعه کردیم دیگه، یک متن هر متنی که باشه، حقوقی باشه غیر حقوقی، به هر حال میتونه در بردارنده چندین برداشت باشه. به هر حال کمیسیون های ولایتی هر رقم فیصله کردن، این فیصله نهایی نیست، استیناف خواهی شده و در کمیسیون مرکزی مجددا مورد بررسی قرار میگیره. دوم، در رابطه با اظهارات یکی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، نکنید بالاخره ما و شما کار رسانه کردیم و وقتی که خبرنگار میایه و سوال میکنه که آیا احتمال چنین چیزی وجود دارد یا ندارد، ایشان فقط یک احتمال را مطرح کرده و گفته بله. وقتی شما میگید احتمال، به اون فی نفسه به مثابه یک احتمال فقط مطرح. حالا احتمال، بار کلمه احتمال خیلی یک بار گرنگ است و نه احتمال، نه احتمال ممکن چیز، بالاخره ما و شما ریاضیات خواندیم دیگه، احتمالات به هر حال این رقمی نیست که احتمال یک چیزی باشه. چون ایشان گفتن که او عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که انتخابات میره به دور دوم، نه چنین چیزی نبوده. ایشان گفته که اگر به عنوان یک احتمال نگاه بکنیم، احتمال هر چیزی وجود داره. خب به هر حال چون این همه شکایت درد شده، در قالب این شکایت ممکن است، یعنی این احتمال وجود داره که در همون دور نخست نتیجه خلاص شود و این احتمال وجود داره که ممکن است نتیجه دیگه ایده شود. بسیار تشکر آقای فیاض. وقت ما تمام شد آقای زلان، متاسفانه از آقای زلان، از آقای احساس، شما بیننده عزیز تا ایدن بس ما رو دنبال کردین. تا بعد.